بله به عنوان اقوام پراکنده جز به قول معروف به شغل معاملگر، در واقع معاملگر بی قدر و بی منزلت، معاملگری که سرزمینش رو به معامله گذاشته، به راستی سوگند ارزشی بالاتر پیدا نخواهیم کرد. تک 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 سرزمین ایران رو به فروش گذاشتید، تک تک به ملت ایران دروغ میگید، من مطمئن هستم که کسانی که آگاهانه به این سرزمین خیانت میکنن خریداری شدن. راستی سوگند که بهای ایران، بهای سرزمین ایران که دنیای ماست، که جهان ماست، که خانه ماست، که وطن ماست، از جهان بالاتر. ما به عنوان یک ملت، به عنوان یک شخص، فقط در جامعه خودمون میتونیم مطرح باشیم و ارزش داشته باشیم، آرامش و آسایش داشته باشیم. هفت میلیون از یک ملتی از سرزمینش خارج شده مانند قبایل کولی و هیچ دردی رو احساس نمی کنه. صبح تا شب میزنه و میرخصه و میکوبه و میخوره و میآشامه. و کسانی که ادعای خرد میکنن همه از ایرانی بودن صحبت میکنن، میفروشن این سرزمین و به راحتی و به ارزانی و حتی در بعضی از این رادیو تلویزیون ها تبلیغ میکنن برای عضویت در سازمان های جاسوسی و سازمان های امنیتی دنیا. گرامیان چه کنم من با شما؟ رضا شاه بزرگ به تنهایی نتونست کاری انجام بده، شاه همینطور، بلادمند همینطور، حالا هوشنگ تنها در مقابل یک جهان و در کنار ملتی خفته، چه کنم من؟ کمک شما رو نیاز دارم، براستی سوگند، برای احقاق حق حقوق تاریخی ملت ایران. چگونه من میتونم شما ملت خفته رو بیدار کنم؟ آیا کسی هست که در کنار این ملت با توانی قرار بگیره و پشتیبانی کنه این حقانیت تاریخی ملت ایران رو؟ امکان این هست؟ آیا تصادفاً کسی که قدرت مالی داره ژن ایرانیش ممکنه غالب بشه و بگه که من ایرانی هستم، تاتار نیستم، من ایرانی هستم، مغول نیستم، تازی نیستم، افشار نیستم، مجار نیستم، ایرانی هستم، این قدرت مالی رو دارم و من صدای هوشنگ رو میشنوم که از حقوق ملت ایران دفاع میکنه؟ سخن از انجمن پادشاهی ایران به میون میاره. شما نمیتونید متوجه این مطلب بشید. براستی سوگند که انجمن پادشاهی یعنی چی؟ همینطوری I am Persian، من پارسی هستم، من این هم دیگه مود شده. پرژن داره یک خیرد به قول معروف پرژن هم هست. خیرد داریوش رو هم باید داشته باشی، دلاوری داریوش رو هم باید داشته باشی. هم پرژن نمیدونم، پرژن 2000 نمیدونم،
تو این رومای پلتا که سر میزنی، یکی اسمش نمیدونم ناسیونالیست، یکی پرژن، یکی فلان، دست بردارید. در کنار مبارزه قرار بگیرید و در کنار این ملت قرار بگیرید. همین که گفتید من پرژنم و فلان، براستی سوگن بیشتر اینا که البته دروغ میگن، همون تازی ها هستن و تاتارها، برای اینکه میخوان گمراه کنن نام پرژن رو بر خودشون گذاشتن که مثلا گرگی که لباس گوسفند پوشیده و یا لباس شبان پوشیده و شبانی میکنن اینا. براستی سرزمین ایران به غارت بین المللی گذاشته شده و چیزی دیگه ازش باقی نمونده. براستی سوگند ملت ایران رو روزانه روزانه بیشتر در این در واقع منجلاب فقر و منجلاب افلاس دارن فرو میبرن. هم وطنان گرام، هم میکشن، هم فقیر میکنن، هم تجاوز میکنن، هم بیتوجه میکنن، هم بیگانه میکنن با خود ملت ایران. ملت ایران به یک قوم بیگانه با خود تبدیل شده. کسی حاضر نیست که از منافع خودش دفاع کنه، کس به میدان بر نمی آید. مطلب بر سر این هم وطنان ایران، چه باید بکنیم؟ چگونه باید که از حقوق خودمون دفاع کنیم؟ اگر در کنار انجمن پادشاهی ایران قرار نگیرید، اگر در کنار من قرار نگیرید، براستی سوگند که هیچ کس دیگری نه صلاحیت دفاع از این سرزمین رو و نه صلاحیت و توان دفاع از این هویت رو داره. براستی سوگند کسی نداره. من بارها گفتم در ارتباط جامعه ایران، در ارتباط آنچه که انجمن پادشاهی ایران میخواد در آینده انجام بده، من پاسخگوی جهان هستم. هر کس هر گونه پرسشی در این ارتباط داره، من پاسخگو هستم. من نمیخوام که شاه این سرزمین بشم، من سرباز این سرزمین و پرچم انجمن پادشاهی ایران رو در دست دارم. پس از فولادوند گرامی، من جانشین فولادوند نیستم، ولی من جای کمی دارم که راستی سوگند با جای هیچ کس در این تاریخ عوض نمی کنم. گرامی با جای هیچ کس سخن هوشنگ سخن هوشنگ است، خرد هوشنگ خرد هوشنگ، خرد فولادوند خرد فولادوند بود. دلاوری لطفعلی خان زند، دلاوری لطفعلی خان زند و خرد لطفعلی خان زند بود. به پیوندید به انجمن پادشاهی ایران، بیایید که در کنار هم از منافع تاریخی خودمون و منافع اجتماعی خودمون دفاع کنیم. هموطنان گرامی، راه دیگری نیست. نذاریم که دشمن برای ما تصمیم بگیره، نذاریم که قاجارها در خارج از میهن دوباره برای ما تصمیم بگیرن، نذاریم که قاجارها افشارها تاتارها و مغولها و تازیها متحد رضا پهلوی بشن و این سرزمین رو دوباره برگردونن به جایی که بود